سبحانك يا من لا شريك له سبحان سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك الرحمن الرحیم و بهی انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین با عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان و بینندگان محترم بحث ما در زم مکثر قسمتی از زم مکسر رو میخوام تطبیق کنیم مطالب رو در جلسه گذشته توضیح دادیم انشاءالله تطبیق میکنیم اگه مطالبی هم باشه خدمتون عرض میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم فائلتون تجمع و فوائله فائله یعنی وزن فائله هر اسمی که حالا در جلسه گذشته عرض کردیم چه صفت باشه چه موصوف فرق نمیکنه این فائله تجمع و علا فوائله زن بسته میشه بر وزن فوائل وصفا کانت او موصوفا چه صفت باشه اون فائلت یا موصوف باشه فرق نمیکنه وزن فائل فرق میکرد اگه صفت بود وزنش تازه اگه صفت هم باشه صحیح الله یا متعلل موصوف باشه یه جور صفت باشه یه جور اما فائلت فرق نمیکنه سه صفت باشه سه موصوف باشه تجمع و علا زم زن بسته میشه بر وزن فوائل مثل کاثبه اسم لما بین چت فیل فرس مثل کاسبه اسم برای اون ما بین دو چتف فرس دو تا شونه اسم بین اونها رو کاسبه میگن اسم و صفت هم نیست این زمش میاد بر وزن کواسب یا زاربت که صفت دو تا مثال برای فاعلت آورده یکی موصوف کاسبه یکی صفت مثل زاربت چه زمش میاد زوارب و فی حکمه ها حاملون زمش میاد حوامل حائز زمش میاد حوائز میگه فی حکمه ها در حکم فاعلته یعنی مثل فائلت حامل حامل یعنی چی؟ یعنی اون زن حامله منظور این از این مثال ها اون صفات مخصوص به معنیسی که درست وزنشون وزن فائله یعنی در ظاهر مذکرند اما مال معنیسند و صفات مختص به معنیس ها هستند اینها هم حکم فاعلت رو دارن که جمعشون بر وزن فوائل میاد این یک مطلب مطلب بعدی و وزن بعدی افعلو انکان صفتا مشبهتا زمع علا فعلن میگه وزن افعل اگر صفت مشبهه باشه صفت مشبهه هم یعنی دال بر عیب و رنگ و زینت یکی از اینها دل بر یکی از اینها دلالت بکنه اگه از اینها باشه زمع علا فعلن زم بسته میشه بر وزن فعل مثل اخذر به معنای سبز زمش میاد خزر اما و انکان لتفضیل اگه افعل صفت مشبهه نیست برای تفضیل اون وقت زمع علا افائله زم بسته میشه بر وزن افائل مثل افزل که زمش میاد بر وزن افاضل، اکبر اکابر اسخر اساغر و آخر. این هم وزن دوم و سیغه دوم امروز سیغه سوم فعلاست میفرماید فعلا انکان للتفضیل اگه برای تفضیل باشه اگه معنیس در واقع افعل تفضیل باشه زمع علا فعلن زم بسته میشه بر وزن فعل مثل کبرا کبر صغرا صغر فضلا فزل و ال آخر و الا این و الا یعنی و ان لا یکن للتفذیل این الا الا استثنایی نیست این الا مرکب است از ان شرطیه و لای نافیه ان لاس که نون رسیده به لام چه حرف از حروف یرملونه این ادغام شده و الا یعنی و الا یکن للتفصیل اگه برای تفصیل نباشه جمع فعالا زم بسته نمیشه بر وزن فعالا مثل خونسا چه بر وزن فعلا هست اما برای تفصیل نیست اون وقت زمش بر وزن فعالا میاد که خونسا میشه خناسا این هم وزن سوم وزن چهارمی که امروز میخونیم وزن فعلاست هر اسمی که بر وزن فعلا باشه ان کان مؤنثا لفعلان اگه مؤنث برای فعلان باشه مؤنث وزن فعلان باشه که طبیعتا صفت جمع علی فعال زم بسته میشه بر وزن فعال مثل اتشا اتاش سکرا سکار غزبا غذاب این جمعش بر وزن فعال میاد و الا اینم یعنی و انلا یکن مؤنسا فعلانه اگه مؤنس برای وزن فعلان نباشه جمع علا فعالا و فعالی جمع بسته میشه بر وزن فعالا و فعالی مثل فتوا چه بر وزن فعلا هست اما مؤنس فعلان نیست خودش یه اصلا صفت نیست موصوفه جمعش میاد بر وزن فتاوا یا فتاوی هر دو استعمال شده وزن دیگه فعلا چه با علف ممدوده میفرمایند انکان صفتا مشبهتا اگه وزن فعلا صفت مشبهه باشه یعنی معنیت افعل باشه اح... افعل صفت مشبهه زمع علا فولن. مثل مذکرش زم بسته میشه بر وزن فعل مثل خزرا میشه خزر همرا میشه همر جلسه گذاشته ارز کردیم سم بکم و امی البته اونها اسمه میتونه مهنس سما هم باشه و الا و الا یعنی اگه صفت مشبه نباشه اسم باشه مثلا جمع علا فعال او فعالا و فعالی زن بسته میشه بر وزن فعال یا فعال یا فعالا فعالی فعالا هر زا غالبا زایز باشه غالبا فعالی هم زایزه مثل بتحا اسم یه سرزمین مکه است اینو زمش میاد بتاه البته اصلش بت اصل بتها به معنای مکه نیست علم شده برای سرزمین مکه اصل بتها و ابته اصالتا صفت بودند مونتا الان به معنای علم شده برای یه جایی صحرا که به معنای بیابون زمش میاد سحارا و صحاری هر دو استعمال شده فعلان به تسلیس الفا وزن دیگه فعلانه البته نه فعلان به خصوص مفتولفا الفا فعلان 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 خودش میفرمایند به تسلیس الفا با سجور خوندن فا تسلیس یعنی سگانه کردن فا فا رو سگانه کردن یعنی چی؟ یعنی از لحاظ حرکتی از لحاظ حرکه که یا کسره بخونید یا زمه میخونیم یا فتح میخونیم دیگه سکون نداریم چون که ابتدا به ساکن در کلام عرب وجود نداره به تسلیس الفائه یعنی با سگانه کردن فا یعنی سه حرکت دادن به فا انکان موصوفن اگه موصوف باشه چه میتونه فعلان باشه میتونه فعلان باشه میتونه فعلان باشه زمع فعالین زم بسته میشه بر وزن فعالین مثل سرحان بر وزن فعلانه و هو زعب به معنای گرج زمش میاد سراحین یعنی گرجها سلطان زمش میاد سلاطین و انکان صفتن یا شیطان زمش میاد شیاطین و الاخر و انکان صفتن اگه اون الف و نون دار صفت باشه میفرماید ولا یکون و هینه ازن الا مفتوح الفا نمی باشد هینه ازن یعنی در این هنگام که صفته مگر مفتوح الفا اگه صفت باشه حتما فعلانه ما فعلان صفت نداریم ما فعلان صفت نداریم فعلان صفت داریم اما موصوف باشه بله به تسلیس الفا. شاید, فعلان، شاید فعلان شاید فعلان شاید فعلان اما انکان صفتن چه ولا یکونو هی اذن الله مفتوح الفا مگر مفتوح الفا غیر از مفتوح الفا اصلا نمیشه اگه صفت باشه زمع علی فعالن زم بسته میشه بر وزن فعال او فعالا یا زمش بر وزن فعالا میاد غالبا مثل اتشان زمش میاد اتاش یا اتاشا اتاشا هم استفاده شده سکران زمش میاد سکارا این و اما که واو رو آورده واو دفع دخل مقدره یعنی جواب از یه سوال مقدره گو این چه کسی میپرسه در بعضی جاها ما دیدیم که وزن فعلان صفت هست اما معنسش بر وزن بر وزن فعال یا زمش بر وزن فعالا نیومده بلکه بر وزن فعالا اومده در سه گذاشتم و عرض کردم اینا چمه هست اما چمه زیاد نیست و اما نحو و کسالا جمعا لکسلانه و سکارا جمعا لسکرانه فنادرون اما امثال کسالا چه جمع برای کسلانه صفت بر وزن فعال یا فعالا نیست بلکه بر وزن فعالا اومده یا سکارا و لا تقرب و انتم سکارا که زن برای سکرانه اینها نادرون اینا خیلی کمه نادر رو از قلیل هم کمتر میگند قلیل یعنی کم نادر یعنی خیلی کمه این در مورد برخی از سلاسی های مزید و اما ربایی و الخماسی اما ربایی و خماسی مزردین کانا این سلاسی و ربایی روبا... و خماسی ته مجرد باشند ام مزیدم فیه ما یا مزیدم فیه باشند درشون حرف زائد باشه موصوفین کانا این دوتا ته موصوف باشه او صفتین ام صفتین یا صفت باشه فرق نمیکنه اما ربایی و خماسی هرچی باشه فیتر دو زمعه ما علا فعالله مترد میشه شایعه جمع این دوتا بر وزن فعالل با دوتا لام به حذف لام سال من الخماسی با حذف کردن لام الفعل سوم از خماسی از خماسی که لام الفعل سوم میره حتما و حذف زائد من هما مطلقا و حروف زائد رو من هما هم از ربایی و هم از خماسی حذف میکنیم مطلقا به طور کلی حروف زائد رو حذف میکنیم مثل درهم چه ربایی زمش بر وزن ربایی هست هیچ چیزی طبیعتا ازش هست نخواهد شد فقط یه الف زم میاد وسطش میشه دراهم این غزنفر ربایی مزید نون زائد در اینجا نون هست میشه چون که ربایی مزید که لامل فیلچ هست نمیشه فقط حرف زائد ازش هست میشه میشه غزافر غزنفر به معنای شیره زمش میاد غزافر در هم همچه واضحه به معنای پول سفرجل این خماسی مجرده سفرجل چه خماسی مجرده لام الفعل سومش که همین لامه هست میشه جمعش میاد بر وزن فعالل میشه سفارد بر وزن فعالل به معنای به اسم میوز خندریس هم خماسی است چون سه تا لام الفعل داره حرف زاید هم داره یعنی خماسی مزیدون فیه خندریس اینجا هم سین که لام الفعل سومه و لام الفعل آخره هست خواهد شد و هم یا چه حرف زائده که میمونه خندر بر وزن فعالل میشه میشه خنا در. پس تا انزا به این نتیجه میرسیم ربایی و خماسی چه مزرد چه مزید چه صفت چه موصوف باشه زمش بر وزن فعالل میاد حالا اینجا دو تا لام داره خماسی چه حداقل سه تا لام خودش داره میگه باشه اون لام الفعل سوم خماسی رو حذف میکنیم به اضافه اگه حرف زائد هم داشته باشن چه خماسی چه ربایی حتما حذف خواهیم کرد پس در خماسی حتما یه چیزیش هست میشه حتما لاعقل دیگه لام الفعل رو چه باید حذف کنیم حالا حرف زاید هم باشه حرف زایدم هم روش حذف میشه اگه رباعی باشه مجرد باشه که دو تا لام الفعل فقط داره به اضافه و ان الفعل هیچی هست نمیشه اما اگه مزید باشه اونجا اون, اون مزید ها حذف میشه هر دوتاشون هم مطلقا جمعشون بر وزن فعالل میاد و یستثنا من ذلک فقط یه استثنایی داره یه جا بر وزن فعالل نمیاد بلکه بر وزن فعالیل میاد دوستان یادشون باشه بنده دیروز عرض کردم در جلسه گذشته که اون ربایی مزید فیهی که حرف زائد او مده و ما قبل آخره اون بر وزن فعالیل خواهد بود میگه و یستثنا نامن زالک استثنا میشه از این قاعده که گفتیم ربایی کلن بر وزن فعالیل میاد یه ربایی استثنا میشه الربایی المزید و فیه یه ربایی مزیدون فی چه؟ الازی اون ربایی مزیدون فی چه؟ قبل لامه الاخیرت مدتون قبل از لام الفعل آخرش یه مد باشه چه زائد باشه فانهو این ربایی چزایی این ربایی که قبل از لام الفعل دومش در واقع چه قبل از آخرش میشه یه حرف مد زائد داشته باشه اون یتم و علا فعالیلا زم بسته میشه بر وزن فعالیل مثل قرتاس به معنای کاغذ که اینجا تار حرف اصلیش قرتسه است قاف فاول را عین الفعل تا لام الفعل اول سین لام الفعل دومه قبل از سین چه لام الفعل دوم و آخرش قبل از این یه حرف زائد مد وجود داره الف قرتاس این زمش دیگه گراتس بر وزن فعالل نمیاد بلکه بر وزن فعالیل میاد این یک نکته نکته بعدی در مورد مماثل رباعی و خماسی یعنی اون اسمهایی که واقعا سلاسی در واقع سلاسی هند. اما ظاهرشون شبیه رباعی و خماسی است ظاهرشون فقط شبیه ربایی و خماسی است اینا هم شبیه ربایی خماسی خماسی بسته نمیشن بر وزن مفاعل حالا لازم نیست بر وزن فعالل باشه بر وزن مفاعل مفائل افائل افائل یکی از اینها جنبست میشه. میگه ول للرباعی و و خماسی اون اسم هایی که مماسل ربایی ظاهرا مماسه صورتا مماسه مماسل ربایی اون چیزهایی که ظاهرشون شبیه مماثل یعنی مشابه شبیه ربایی هستند و خماسی هستند منتها من الثلاثی المزید فی از اسمهایی که ثلاثی مزیدون فی هستند این یزمع علا مماثل فعالله زن بسته میشه بر شبیه فعالل اگه شبیه ربایی و خماسی است جمعش هم شبیه فعالل یا اگه فعالیل یعنی اون ربایی های چزایی باشه زمش هم شبیه فعالیل خواهد بود یعنی شبیه فعالیل یعنی چی؟ یعنی بعد از علف زم دو تا حرف متحرک خواهد داشت مثلا شما فرض کنید رزال بعد از علف زم یه لامه اما مساجد مثل فعالله بعد از علف زم دو تا حرف متحرک درش وجود داره میگه ول مماثل مشابه ربایی و خماسی از اسمهای مزیدن فی زم بسته میشه بر مماثل فعالل مثل فعالل البته شرط داره شرطش اینه که اون حالاتی که ما برا قبلا برای سلاسی مزید گفتیم از اونها نباشه چون که اونها حکمی رو که داشتن اینا رو عرض کردیم به شرط الله یشمله حکم من الاحکام سالفه به شرطی که شامل نشه به اون سلاسی یه حکمی از احکام گذشته چه ما در در مورد سلاسی مزید اینها رو عرض کردیم خیلی خوب میگه ول مراد و بالمماثل این چه فرمودید مشابه ربایی باشه یعنی چی؟ ول مراد و بالمماثل هو الموافق فی عدد الحروف در تعداد حروف مثلا این سار حرفیه ربایی چه سار حرفیه؟ این هم سار حرفیه ول حرکه حرکاتشون یکسانه و سکون اگه حرف دومش ساکنه این هم ساکنه ببینید شما فرض کنید زعفر یا قمتر مثل گردت اینجوریه مسجد اینجوریه ظاهرشون ولو شبیه هم ولو اصل حرکات یکسان نباشه لا فل اصالت و زیاده نه در اصلی و زاید بودن یعنی حرف اول او اگه متحرک باشه اینم متحرکه حرف دوم او ساکن باشه اینم ساکنه حرف سوم او متحرک باشه اینم متحرکه اینجوری یکسان باشه اگه اون چهار حرفیه اینم ساره حرفیه اگه اون پنج حرفیه اینم پنج حرفیه در اینها فقط موافق باشه لافل الاصالت و زیاده نه در اصلی و زاید بودن یعنی مثلا حرف اول او اصلیه اینم اصلی باشه نه احتمال داره اون اصلیه این زاید باشه مثلا به عنوان مثال در زعفر این اولی متحرکه مسجد میمه در مسجد متحرکه اما دیم در زعفر اصلیه میمه در مسجد اصلی نیست اینا مهم نیست ظاهرشون فقط شبیه هم باشه به اعتباری به اینا میگن وزن عروزی که انشاءالله در کتابای نف خواهید خوند میگه مراد از مماسل اون اسمی است که موافق باشه در عدد حروف در تعداد حروف اگه چهار حرفی اینم چهار حرفی ول حرکت و سکون این اولش این اینم مترک باشه دومی ساکنه اینم ساکن باشه لا فی اصالت و زیاده نه در اصلی بودن و زاید بودن که اولی اصلی اینم باید اصلی باشه نه مهم نیست ولا فی نوع الحرکه در نوع حرکه هم شرط نیست که موافق باشه نوع حرکه به این معنا که اگه او مفتوح باشه اینم مفتوح باشه نه لازم نیست ببینید زعفر قردت اینا موافقن در ظاهر گرچه زعفر اولش مفتوحه قردت اولش مکسوره اینا مهم نیست اما ظاهرا یک چیزه مثل زوهر زوهر ببینید حرف عله داره این مثل زعفره زعفر با زوهر از لحاظ حروف یکسان هستند از لحاظ حرکات سکنات یکسان هستند جرت این حرف دوم زعفر چه عین اصلی حرف دوم زوهر چه واو اصلی نیست اینها مهم نیست ظاهرشون شبیه اگه او هم اصلی بود که مماثل رباعی نمیگفتیم میگفتیم خود رباعیه اینها شبیه رباعی هستند در هر حال زوهر میشه بر وزن جمعش میاد زواهر بر وزن فوا ال سلم به معنای نردبون سلالم مستر مسادر مسجد مساجد مشرق مشارق مسئله مسائل منبر منابر اینا ظاهرشون شبیه ربایی هستن شبیه فعالل زم بسته میشن و کزالکل مماثل لنحو قرتاس لنحو قرتاس میگه هم همینطور اون سلاسی مزیدی که مماثل گرتاسه مثل گرتاسه گرتاس گفتیم بر وزن فعالیل میاد زمش به خاطر اینکه قبلش یه حرف مد زاید وجود داره حالا در سلاسی مزیدم قبلش حرف مد زاید داشته باشه اون وقت شبیه فعالیل بر وزن شبیه فعالیل زم بسته میشه یدزم و علا مماثل فعالیل زم بسته میشه بر وزن شبیه فعالیل مثل مفتاح مفاتی شبیه فعالیل یعنی بعد از الف زم سه تا حرفی که وسطش یا ساچن باشه مفتاح مفا تی بعد از الف زم تی این سه تا حرفی که وسطش یا ساچنه مسکین مساکین متموره به معنای سیاه متامیر کرسی صندلی کراسی اسلوب اسالیب حلقوم حلاقیم ارجوزه به معنای رززه یه نوع خاصی از شعر ارازیز و الی آخر تتمتون تتمه مطلبی رو که در تتمه میخوان مصنف محترم و معلف محترم بیان بفرمایند اونم اینه که این قواعدی که گفتیم صد درصد نیست بسیاری از موارد از این قواعد ادول میشه یعنی یه اسم جرس اون معنا زم رو داره اما یه زم دیگر رو داره مشکلی نداره یک سر و عن زیاد خارج شدن از همین وزنهای شایه فلزم المچسر در مورد زم مچسر و منهو فعل میاد زمش میاد افلوس یادتون باشه ما همین فلس رو گفتیم وزن فعل اگه موصوف باشه زمش بر وزن فعول میاد اومده فلس به معنای فلوس اومده در کنار او افلوس هم اومده افلوس اون قاعده اترادی نیست صوم زمش سیام اومده اینها رو تطبیق کنی صوم بر وزن فعل و موصوفه ما گفتیم فعل اگه موصوف باشه زمش بر وزن افعال میاد حالا این صوم بر وزن اسوام نیومده گفته سیام اومده یا صور هم همینطور زمش اومده بر وزن سیران صوب سیاب اومده اینها رو تطبیق بدید به این چیفیت که مثلا صوب بر وزن چیه؟ فعل سلاسی مزرده خیلی خود صوب یعنی لباس سلاسی مزرد گفتیم که بر وزن فعل باشه یا صفت یا موصوف این صوب صفت یا موصوف قطعا موصوفه موصوف باشه زمش بر وزن چی میاد؟ گفتیم بر وزن افعال میاد صوب بنابر اصل بایستی اسواب بیاد و اومده اتفاقا اسواب هم اومده اما سیابش غیر اترادی مشکلی نداره ساور به معنای گاو نر این هم زمش بر باز علال قاعده بایستی زمش بیومد اسوار اما سیران اومده مشکلی نداره زمل زمال اومده هزار هزارت اومده اینها رو دیگه فقط من معنا میکنم شما خودتون تطبیق بکنید ببینید که اون اترادی، وزن اترادیشون چی بوده اگه به کتاب های لغت مراجعه کنید خواهید دید اکثر اینها وزن اترادی رو دارن در کنار این وزن اترادی، وزن غیر اترادی هم اومده اینا مهم نیست زمل به معنای شطور شطور نر حذر زمش هزاره به معنای سنج ساق زمش میاد سوق همین ساق معروف ساق مثلا پا تاد معروف زمش میاد تیزان اخ زمش میاد اخوان نمر به معنای پلنگ زمش میاد نمور یا نمور سبع به معنای حیوان در رنده زمش میاد سبا رجل واضح معناش به معنای مرد رجال رتل به معنای پا زمش میاد ارجل علم واضح علوم حسن محاسن ببینید حسن محاسن ما از هم چیزی نداریم ریح ریاح به معنای باد قر از ازداد و از اسمهای ما ضد داریم که به دو تا معنای متضاد اومده قر هم به معنای پاچی داریم هم به معنای ناپاچی داریم زمش میاد قرو در قرآن هم استفاده شده سلاست قرو رمح به معنای نیزه زمش میاد رماح هوت به معنای ماهی هیتان ماهی ها رتب ارتاب خورما فولک زمش اومده فولک یعنی لفظی است که هم مفردش بر وزن فولک استعمال میشه و هم زمش بر وزن فولک استعمال میشه به معنای کشتی فلک زمش باز میاد بر وزن فولک صدیق استقا طریق طرق کسرا یا کسرا زمش اکاسره غلام غلمه و یعتی اقلمه و غلمان ایزن غلام از اون سلاسی مزیدهایی است که حرف زاید ما قبل آخره چه بایستی اغلمه می اومد چه اومده قلمه هم اومده قلمان هم اومده چه اینا خلاف قیاسه چریم زمش بر وزن کرماست اینها مهم نیست البته چریم رو اینجا نوشته قبلا گفته که وزن فعیل اگه صفت باشه دال بر مرض و بلیه و جرفتاری نداشته باشه اترادی نداره علال نبایستی اینجا بنویسه چون که اینجا نوشته زاهایی که خروز از اتراد دارند یعنی از اتراد خارج شدن این اصلا اترادی نداره یه چیز مخصوصی نداره وزن مخصوصی نداره و وزن غالبی نداره که اینها از اینها خارج بشه یه نکته در اینجا عرض بکنم شما تاز رو در اینجا تیزان دیدید تاز زمش میاد بر وزن تیزان یا حوت رو گفته هیتان دوستان اگه ملاحظه بفرمایند غالب اسمهای سه حرفی که وسطشون حرف است اینها بر وزن فعلان میاد زمش مثلا نار زمش میاد نیران نار ببینید این ادوفه وسطش حرف اله است سه حرفیه زمش بر وضع فعلا نوران میاد اونم بعدش تبدیل میشه واو ساچن ما قبلش کسره تبدیل به یا میشه میشه نیران یا دار میشه دیران هوت میشه هیتان نون باز به معنای ماهی و زنون از زهبه نون زمش میاد نینان تاد زمش میاد تیزان دود به معنای کرم زمش میاد دیدان دودان بوده تبدیل شده به یا این هم به عنوان یک قاعده اعتراضی میتونیم ازش استفاده کنیم که غالب اسمهایی که بر وزن سلاسی هستند و عزوف هستند و سطحشون حرف اله است غالبا زمشون بر وزن فعلان میاد میتونیم این رو به عنوان یک قاعده غالبی در نظر بگیریم همینطور در اینجا چریم رو چه کورما آورده این هم یه قاعده ای برای فعیل میتونیم بگیم و اونم اینه که وزن فعیل وزن فعیل اگه ناقص باشه یعنی آخرش حرف عله باشه یا مضاعف باشه غالبا زمش بر وزن افعلا میاد مثلا ببینید نبی که بر وزن فعیل آخرش حرف عله است زمش میاد انبیا یا وسی اوسیا ولی اولیا یا جلیل که مضاعف جلله زمش میاد ازلا اینها یا اگر اینها نباشه یعنی معتلاللام یعنی ناقص و مضاعف نباشه غالبا زمش بر وزن فعلا میاد یا فعال میاد مثل کریم که زمش میاد کرما یا کرام این هم یه نکته نکته آخر در مورد زم مکسر میگه تنبیهون از جمع المکسر و یرد اشیا الى اصولها جمع مکسر برمیگرداند اشیاء رو به اصلشون یعنی اگه احیانا در مفرد تغییر اتفاق افتاده حالا تغییر یا حذف بوده یا قلب بوده تبدیل شده اینها موقع جمع مکسر بسته شدن برمیگردند بعد از اینکه حالا برگشتن یه موذبی برای قاعده و قاعده ای روشون پیاده بشه دوباره قاعده درشون جاری میشه قاعده از نو اگه جاری نشد هم دیگه همینجوری باقی میمونند حال ببینید احوال این الف منقلب از واو بوده دوباره تبدیل شد به واو ناب این الف تبدیل به یا منقلب از یا بوده به معنای دندون دوباره تبدیل میشه به حالت اصلی خودش که یا بوده انیاب میشه دینار اصلش دنار بوده اون یا منقلب از نونه دوباره موقع زنبستن اون نون برمیگرده میشه دنانیر اخ که واوش هست شده بوده آخرش میشه اخوه و اخوان میبینید واو ور میگرده همینطور اب واوش هست شده در زمش میشه آبا واو برگشته شاید شما بگید واو کجاست واو همین همزه است یعنی آبا در اصل اب عب شده بر وضع افعال اعباو این اع چه اول قاعده تخفیف همزه داری میشه میشه آ آباو آباو چه شد واو در آخر کلمه و قبلش الف زایده وجود داره مثل ادرای چه میشه ادرا رزاو چه میشه رضا آباب هم میشه آبا همینطور اسم هم همینطوره اسم بر وزن افعال اومده در واقع سمو بوده سم بوده میشه اسماو اون واو تبدیل به همزه میشه میشه اسما ما اصلش موح بوده میشه بر وزن فعال زمش اومده علاقه غیر میشه مواح این واو هم تبدیل به چسره میشه م... یا میشه میشه میاه نار هم چه واو بوده نوران بوده بعد واو تبدیل به یا میشه نیران دار هم دور و ادور چه تبدیل میشه به واو چه حالت اصلی خودش بود در مورد این قاعده حالا امروز نشد توضیح بدم جمع مکسر و جمع مصغر هم اتفاقا همین که اشیاء رو به اصل خودشون برمیگردونند انشاءالله در زمان مکسر شاید بتونیم در این قاعده در مورد این قاعده مطالبی رو خدمتتون عرض کنیم همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته